اسرائیل با ایده کشوری برای همه یهودیان تأسیس شد. گروهی بزرگ از یهودیان اروپا و آمریکا و همچنین تقریباً تمام یهودیان خاورمیانه، آفریقا و کشورهای مسلمان ساکنان این کشور تازه تأسیس بودند. با این حال ایرانیان یهودی برای مهاجرت به اسرائیل بسیار کم اشتیاق‌تر از دیگر کشورهای همسایه نشان دادند. این جمع بزرگ یهودیان در اقتصاد و سیاست ایران صاحب نام بودند. اگرچه بسیاری از رهبران سیاسی جوامع یهودی ایران با آرمان صهیونیستی همدل بودند، اما بیشتر یهودیان ایرانی نسبت به آن بی تفاوت ماندند. یهودیان ایرانی نشان دادند اولویت اول آنها ایران است. از آن سو محمد رضا شاه پهلوی روز به روز بیشتر به اسرائیل نزدیک می شد. هراس از مصر ناصری و اتحاد جماهیر شوروی ایران را تحت فشار می گذاشت تا بیشتر به آمریکا نزدیک شود. نزدیکی به اسرائیل یکی از راه‌های دوستی با آمریکا بود. سیاست داخلی هم به یاری این خواست آمد. سال 1341 محمد رضا شاه اصول ششگانه ای را به همه پرسی گذاشت. این اصول اصلاحی شامل مواردی مانند اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانجات به کارگران، راه اندازی سپاه دانش و بهداشت و حق رأی زنان بود. اصولی که انقلاب سفید نام گرفت. مردم با رأی قاطع به اصلاحات رأی دادند. انقلاب سفید در خارج از ایران، در اروپا و خصوصاً آمریکا وجهه شاه را تغییر می‌داد. حالا او به عنوان پادشاهی مطلق دیده می‌شد که عزمی جدی برای برنامه‌های توسعه دارد. ایدئولوژی حکومت پهلوی غرب‌گرایی، سکولاریسم و ملی‌گرایی مورد توجه کشورهای غربی و اسرائیل بود. از سوی دیگر محمد رضا شاه پهلوی الگوی آریایی‌گرایی دوران رضا شاه را بست می‌داد. ملی‌گرایی پهلوی با ارجاع به تاریخ کهن می‌کوشید دوران قدرت و عظمت ایران باستان را احیا کند. در این ایدئولوژی نمادهایی مانند شاهنامه مورد تمجید قرار می‌گرفت و شاهان پهلوی با پادشاهان باستانی مقایسه می شدند. در این میان محمد رضا شاه علاقه بسیار به کوروش کبیر داشت و می کوشید خود را پیرو راه او نشان دهد. راهی که به نیکوکاری و پذیرش تفاوتها تعبیر می شد. همین تلقی موجب دوستی بیشتر او با اسرائیل شد. مقامات اسرائیلی هم در دیدارهای دو جانبه مدام این تشابه را تکرار می کردند. گسترش روابط ایران و اسرائیل با دکترین حاشیه بن گوریون هم تطابق داشت و نزدیکی را تسهیل می کرد. اسرائیل افسران، نظامیان و مأموران ساواک را آموزش می داد و تجربیاتش از فعالیت‌های ضد جاسوسی را با ایران به اشتراک می گذاشت. از اینا کمک آموزشی هم میگرفتیم. اسرائیل روی اعراب تجربه زیاد داشتن، کار میکردن و این دیگه خیلی وحشی بود. به هر صورت ما شروع کردیم یواش یواش با این کشورها ارتباطات داشتیم، یه مقدار اطلاعات گرفتیم در موارد مختلف، چه جور مراقبت میشه، چه جور نفوذ
پیدا میکنن. خاطرمون که یه خورده ورزیده شد، کلاسایی در خارج از کشور گروه های مختلف فرستادیم به امریکا، به انگلیس، به آلمان، به اسرائیل. در بخش های غیر نظامی هم کارشناسانی در زمینه های مختلف از جمله توسعه کشاورزی، آبیاری و جاده سازی به ایران اعزام می شدند. اسرائیلی ها همچنین پس از زلزله بزرگ بوئین زهرا در سال 1341 که بیش از 12,000 کشته به جای گذاشت، بخش مهمی از بازسازی خرابی ها را به عهده گرفتند. در حالی که کشورهای اسلامی روابط بسیار خصمانه‌ای با اسرائیل داشتند، نگاه ایرانیان به اسرائیل اساساً منفی نبود. آنها بیش از نگاه کردن به درگیری اعراب و اسرائیل، این کشور را با کمک‌هایش به بازسازی‌های پس از زلزله به یاد می‌آوردند. یکی از مهمترین اسناد این نگاه، سفرنامه جلال آل احمد از سفر به اسرائیل است. آل احمد پیش از سفر به اسرائیل کتاب غرب زدگی را در انتقاد به رنگ باختن فرهنگ و هویت ایرانی در برابر غرب منتشر کرده بود. کتابی که تأثیری عمیق بر نسل‌های بعدی مخالفان پهلوی از جمله علی شریعتی گذاشت. دو سال پس از این کتاب، آل احمد و همسرش سیمین دانشور به اسرائیل سفر کردند. کتاب سفرنامه سفر به ولایت عزرائیل چیزی جز تحسین صرف از اسرائیل نیست. آل احمد در این کتاب با عباراتی تحسین برانگیز از رستاخیز قوم یهود بعد از هولوکاست یاد می کند و ایدئولوژی دولت اسرائیل را می ستاید. آل احمد همچنین به تندی از اعراب انتقاد می کند. سفر به ولایت عزرائیل نمونه ایست از نزدیکی فرهنگی ایرانیان و اسرائیلیان که هر دو خود را جدا از جامعه مسلمانان عرب می‌پنداشتند. در آن سو در زمین سیاست، شاید مهمترین دلیل نزدیکی ایران و اسرائیل تجهیزات نظامی بود. محمد رضا شاه شیفته ی تجهیز ارتش ایران بود. او در تمام سالهای حکومتش می‌کوشید بهترین و مجهزترین ارتش خاورمیانه را تجهیز کند. ارزش تسلیحات نظامی خریداری شده در دوران پهلوی به میلیاردها دلار می‌رسید و ایران یکی از بزرگترین مشتریان صنایع نظامی آمریکا بود. همچنین روابط گسترده نظامی و تجهیزاتی با اسرائیل داشت. مقامات نظامی دو کشور به دفعات میان ایران و اسرائیل سفر می کردند و از تجربیات نظامی یکدیگر سود می بردند. در این دوران ایران و اسرائیل به شرکای نزدیک و بسیار استراتژیک تبدیل شده بودند. من از اونا وسایل دفاعی می خریدم. من از اونا توپ 106 ضد تانک خریدم. ما با هم معامله می کردیم. اوزی که دست هر کسی بود در هر کشوری بود واضحه که هر کسی نگاه میکرد اوزی ساخت اسرائیل دیگه. انواع مرتارا رو خریدیم، تامپلا واضحه تامپلا مال اسرائیل دیگه. من چندی سفر به اسرائیل رفتم و با اسرائیل همکاری های نزدیک داشتیم. یه قرارداد بزرگی هم آخر باهاشون داشتیم. راهکار شاه برای تجهیز ارتش اما فقط واردات نبود. او تلاش میکرد صنایع اسلحه سازی داخلی را تقویت کند. یکی از جاه طلبانه ترین برنامه های شاه طرحی با نام رمزی تزور با اسرائیل بود. بر مبنای این طرح سری بنا بود ایران و اسرائیل موشک های بالستیک دوربرد، موشک های پیشرفته دریا به دریا و خمپاره انداز تولید کنند. روابط نظامی میان ایران و اسرائیل حتی فراتر از این بود. دو کشور نزدیک به آمریکا در منطقه عملاً در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردند. نمونه بارز عراق بود. پس از سقوط سلطنت در عراق، این کشور به سرعت از پیمان بغداد خارج شد
و روابط گرمی را با مسکو آغاز کرد. حاکمان جدید عراق اروندرود را خاک این کشور می‌خواندند و تنش لفظی میان ایران و عراق آغاز شد. ملی‌گرایی اوج گرفته در عراق که این کشور را به مصر نزدیک می‌کرد، باعث نزدیکی ایران و اسرائیل شد. با خواست آمریکا، هر دو کشور تصمیم گرفتند از شورش کردهای عراق حمایت کنند. موساد می‌دانست بدون کمک ایران نمی‌تواند به ملا مصطفی بارزانی، رهبر کردهای عراق، یاری برساند. تا پایان سال 1343 اسرائیل توانست تهران را برای رساندن تسلیحات اسرائیلی به پیشمرگه های کرد قانع کند. با این حال خاورمیانه به سرعت در حال تغییر بود. کشورهای عربی خود را برای حمله نهایی به اسرائیل آماده می کردند. شاه ایران فراتر از اینها به روابط متوازن دوستانه با تمام خاورمیانه و فراتر از آن جهان می اندیشید. ایران میزبان بسیاری از سران منطقه و جهان بود. محمد رضا شاه هم بی وقفه به کشورهای دیگر سفر می کرد. ایران می رفت تا در آستانه دهه 70 میلادی به مرکز خاورمیانه تبدیل شود.